چی؟ چطوری دستبندو باز کرده؟ خواهش میکنم عمو، خواهش میکنم بگو که این کارو تو نکردی. کار تو که نیست نه؟ معذرت میخوام عمو پسرم، نتونستم ببینم به دستای جلاد بسپریمش، به خودم این اجازه رو ندادم. عمو جون اون دختر یه مجرمه، دربارش تمام شواهد لازم وجود داره. اصلا تو متوجه نیستی، اینا همش یه دروغه. این تصمیم ما نه، بلکه قانون میتونه بگیره. اما من یه پلیسم، اگه کسی بفهمه که یه دوست تو این همه مدت تو خونم مخفی شده بود، فقط از کار نه بلکه از این شهر منو بیرون میکنن. پسرم اون دختر بیگناهه. از کجا میدونی؟ تو از کجا میدونی بیگناهه؟ تو رو گول زده، اون دختر هممونو گول زد و رفت. اما خواهش میکنم بگو اون دختر کجاست. من نمیدونم. اما این قضیه اصلا شوخی نیست. اگه برملا بشه نمیتونم به همه توضیح بدم. من باید هرچه زودتر اون دختر رو پیدا کنم و بدمش دست قانون. باشه اما اگه نمیگی نگو. بالاخره پیداش میکنم، همه جا رو زیر و رو میکنم، تو هر سوراخی که مخفی شده باشه اونو پیدا میکنم. میدونی چی منو ناراحت میکنه؟ وقتی تازه این کارو شروع میکردم گفته بودی که از عدالت، از حق مظلوم باید دفاع کنم و این قولو تو ازم گرفتی، یادته؟ با وجود اینکه این مشکل بزرگو برام درست کردی؟ اما من نمیخوام تو رو ناراحت کنم. بیا بیا نترس، علی رفت دیگه، نترس دخترم. معذرت میخوام امو عثمان. همه چی خوب میشه دخترم، نگران نباش. حالا برو. بگو چی شده؟ اون آدم رو پیدا نکردین؟ اون بی شرف و پیش من بیار ندیم. خب اون آدم هایی که سلیم و کتک زدن کیا بودن؟ پس شما چه غلطی میکنین؟ من این چیزها رو نمیفهمم، فقط اونها رو پیدا کن ندیم.
بیدار شدین آقازاده، صبح خیر. خاله و عموم تو حالا نیومدن؟ نه تو هنوز نیومدن. ولی تو راهن میرسن. من میرم لباساتونو بیارم. قبل از اینکه اونا بیان لباساتونو پوشیده برای صبحونه بریم پایین. بیا بریم. صبح بخیر چنگیز. صبح بخیر اقبال خانم. یوسف کجاست؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ زحل کجاست؟ آقازاده دست صورتشو میشوره. دیشب تو تخت خالش گریه میکردن، نتونستم تنهاشون بذارم. تا صبح کنارشون بودم. تازه یادم افتاد زحل دیشب ناراحتی معده داشت، فکر کنم دارو خورده، همینجوری خوابش برده. پس هنوز سحر خونه نیومده. یامان چطور اومده؟ نه خیر، هنوز نیومدن اقبال خانم. من میرم تا لباسه آقازاده را آماده کنم. با وجود اینکه این مشکل بزرگ رو برام درست کردی، اما من نمیخوام تو رو ناراحت کنم. بفرماینم عثمان. ازت ممنونم دخترم. به خاطر من شما از هم ناراحت شدین، دلخور شدین. عیب نداره، نگران ما نباش. هر کس به خاطر حقیقتی که میفهمه باید بجنگه. الان چیزی که مهمه کمک کردن به توه. من چطور این کار شما رو جبران کنم؟ اما عثمان، به من تا این حد اعتماد کردین. انگار من تو رو نمیشناسم دخترم. تو قلب پاکی داری، دختر خوشقلب و مهربونی هستی. من خیلی خوب میدونم که تو چه دردی سری افتادی دخترم. اما عثمان حالتون خوبه؟ خوبم دخترم، من خوبم خوبم. تو این روزا زیاد این بر اون ور میرم. اگه یه کمی استراحت کنم خوب میشم. مهم نیست، نگران نباش دخترم. عمو،
چرا وقتی بهت زنگ میزنم جواب نمیدی؟ خیلی نگرانت شدم. با هم تماس بگیر. عشقم، نفسم نکنه برات اتفاقی افتاده. صبح بخیر زهن. صبح بخیر آبجی. چی شده؟ تو از چیزی ناراحتی؟ نه چیزی نیست، خوبم. دیشب یوسفم تنها گذاشته بودی. خواهر جون، خواهش میکنم بعدن حرف بزنیم. زهن، صبح زود رفتم دیدم یوسف تو اتاق خالش بود، چنگیز پیشش بود. متوجه این فرصتی که به دست آوردیم نیستی؟ الان که خالش نیست موقعشه که به یوسف نزدیک بشی. مگه خالش کجا هست؟ من نمیدونم کجاست. برو یه دوش بگیر تا حالت بیاد سر جاش. باید صبحونه یه یوسف رو ببری براش. وقتی یامان بیاد میخوام پیش یوسف باشی. سب کن دخترم، چی کار میکنی؟ هنوز اونقدر خوب نشده که از جات بلند شی. شما؟ اسم من عارفه. معلومه که اصلا نفهمیدی، اما از دیروز سالان من پیشت بودم. گفتین از دیروز؟ یوسف؟ واسه مدت باید مواظب خودت باشی، وگرنه بخیه‌های زخمت باز میشه. برات لباس آوردم، اینا رو بپوش. نمیدونم خوشت میاد یا نه، اما من فقط تونستم همین رو پیدا کنم. خیلی ممنونم ما خواهرزادم. میخوام برم پیش یوسف. وقتی من کنارش نباشم خیلی میترسه، فکر میکنه من ولش کردم و رفتم. باید حتما برم پیشش. خب این کار یکم مشکله، باید خوب استراحت کنی وگرنه زخم دوباره دهن باز میکنه. ولی یوسف میترسه، اون هنوز کاملا خوب نشده، باید برم. صبر کن دخترم، صبر کن. من خوبم یوسف. هر چیزی که عارف بابا میگه قبول کن. یوسف تنهاست، شاید تا الان بیدار شده باشه، شاید ترسیده باشه که من رفتم. از این بیشتر نمیتونم تحمل کنم. عمو جون،
عمو جون؟ من درک میکنم تو حق پدر و مادری گردنم داری، تو بزرگترین سرمایه منی. اگه تموم عمرم بهت خدمت کنم بازم نمیتونم جبران کنم. اگه قلب تو شکستم و باعث شدم که ناراحت بشی معذرت میخوام. منم معذرت میخوام پسرم. هم ببین، اگه دوباره همین کارو کنی منم بازم همین کارو میکنم، اینو که خودت خوب میدونی. حالا میفهمم که این لجبازی رو از کی یاد گرفتم. اما میدونم که خیلی نگران اونی، اما لطفا منم درک کن. اگه شرایط یه جور دیگه بود منم کمکش میکردم. اون از نظر قانون یک مجرمه و منم کارمند دولتم. تو هم خوب میفهمی که چاره دیگه ای ندارم. زخمت هنوز خوب نشده، حتما خیلی درد داره. یه روز دیگه اینجا باش. دیگه نمیتونم اینجا باشم. بیا دست منو بگیر. نه، خودم میتونم برم. گفتم بگیر. آروم، خیلی آروم راه برو دخترم. تو خونه کسی نبود از این موضوع با خبر شه. حالت خوبه؟ من بهت گفتم دخترم، با هر قدم دردت زیاد میشه، نباید اینقدر زود از جات بلند میشدی. خوبی؟ این داروها رو بگیر. تا 24 ساعت اول این داروها خیلی مهمه. اصلا نباید تنهاش بذاری. هر 6 ساعت هم باید زخمشو پانسمان کنی. زندگیم و مدیون شما هستم. به خاطر شما میتونم کنار یوسف باشم. زندگیم و مدیون شما. کاری نکردم. حتما داروات رو مصرف کن دخترم. من فقط وظیفه‌مو انجام دادم. باقیش کار خدا بوده. حقتون رو حلال کنی. شما هم خیلی اذیت شدی. تموم شب از من مراقبت کردین و بیدار بودی. تموم شب اون بود که کنارت بیدار بود.
من دیشب راحت خوابیدم. حالا دیگه مراقب خودت باش. باشه، فهمیدم ندیم. خب دیگه بیا دخترم، بیا. یامان میاد، کارشو تموم میکنه و برمیگرده. یامان میاد، یامان میاد، اون دوباره میاد. این گم و گور شده دوباره کجا رفته؟ کجا رفته؟ این کجا میتونه باشه؟ زیا اومد؟ یامان داداشم اومد؟ اومد؟ نه اومده، از صبح زود تا حالا اینجایی. نگرانیمون کمه که تو هم زیر آفتاب وای میسی. اگه مریض بشی چی ها؟ حالا میفهمم میخوای چی کار کنی، چون یامان تو خونه نیست، تو هم نمیای تو. ببین اگه مریض شدی من نمیتونم ازت مراقبت کنم. همین زندگیم با تو حیف شد، خدایا به هم صبر بده. ولش کن، آرامش مهمه. آرامشمون از بین نره، آرامشمون از بین نره، از بین نره. چند دقیقه بعد یامان میاد. همش یامان یامان، اگه یه کلمه درست از ذهنش بیرون میشه اون فقط یامانه. کاش نیاد و از دست همتون راحت بشه. اما واقعا اینا کجان؟ مشترک مورد نظر خاموش میباشد. خدا لعنتت کنه، من به خاطر همین بهت پول میدم که گوشیتو خاموش بذاری. آره چی شده آبجی؟ چی میتونه باشه ها؟ تا حالا سحر و یامان نیومدن خونه. یه شوهر دیوونه هم دارم که همه ی روزا با گلو حرف میزنه، و اینم از آبجیم که هیچ حرفی تو سرش نمیره و مسئولیتشو قبول نمیکنه. بازم بگم آروم باش. باشه آروم باش. اگه این دختره نرفته باشه محلشونو پیش یامان باشه چی ها؟ آبجی جون چرا انقدر عصبانی هستی ها؟ اون دختر فکر نکنه با اون سادگی و نفهمیش بتونه به تو دروغ بگه. بعدش هم تو علکی به خودت استرس وارد میکنی، نگران نباش. خدایا به دادم برس. کسایی که اون سلیمو کتک زده بودن کیا بودن؟ هنوزم پیداشو نکردین؟ تموم شب اون بیدار بود و من دیشب راحت خوابیدم. خیلی ممنون. یوسف خوبه؟ کاملا خوبه. شاید تا الان منتظر من باشه.
اگه کمی تندتر بری خیلی خوب میشه. میشه یه کم تندتر بری؟ اگه به خاطر اینکه حرفای عمو عارف رو قبول نکردم از من ناراحتی؟ وقتی یوسف اونجا نگران باشه من چطور میتونستم اونجا راحت باشم؟ چرا اون کارو کردی؟ چرا خودتو سپر بلام کردی؟ به هم گفته بودی، گفته بودی که پیاده نشم ولی پیاده شدم. تو به خاطر من تیر میخوردی، تقصیر من بود. از اینکه حرف تو قبول نکردم واقعا معذرت میخوام. منو ببخش که فکر میکردم کار تو بود. موضوع سلیم رو میگم. نمیتونه زیاد دور شده باشه. میشنوم فرهنگ. جناب سرهنگ، شما خوبی؟ تا الان نیومدین گفتم یه تماسی باهاتون داشته باشم. راستش یه کار کوچیک پیش اومده بود، همین که حلش کردم میام اونجا. باشه جناب سرهنگ، در مورد اون دختر دوست مریم گندو با پلیس نوشهر تماس بگیرم؟ نه هنوز، تا موقعی که نگفتم شما هیچ کاری نکنید. باشه. نباید با خودم میآوردمت، نباید تو خونه اصلا حرفی بزنی. چیزی نمیگم، نگران نباش. اون آدم عمدن میخواست تو رو بکشه. اگه بازم این کارو بکنه چی؟ اگه مواظب خودت باش.
بگو ندیم. کسی که به شما حمله کرده بود پیداش کردیم، چی کارش کنیم؟ بیارمش. باهاش کاری نداشته باشی، خودم باهاش تصفیه حساب میکنم. پیاده شو. اما گفتم پیاده شو. بگو ببینم. اقبال خانم، گفته بودین همین که سحر اومد بهتون خبر. آره. الان داخل خونه شد. یامان؟ آقا یامان سحر رو دم در خونه پیاده کرد و رفت. خوبه. ای بابا، این دختر که رفته بود محله خودشون، اما چرا یامان اونو تا اینجا رسونده؟ میتونست این کارو یکی از افرادش بکنه. حتما یه کاسه ای زیر نیم کاسه است. الان میفهمم که چه خبره. سحر جان، چرا اینقدر دیر کردی عزیزم؟ خیلی نگرانت شده بودم. حتی به پلیسم تماس گرفتم تا دنبالتون بگردن. مشکلی برات پیش اومده؟ تو محلمون یه کمی کار داشتم، یه کمی طول کشید. خیلی عزیزم، خوشگل خاله، عزیز دلم. سحر، تو حالت خوبه؟ خوبم خوبم. فکر کردم دیگه نمیای خاله. هیچ وقت این اتفاق نمیفته. من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم. آه بیا بریم بازی کنیم. اول باید صبونتون رو تموم کنی آقازاده. آره، تو اول برو صبونت رو بخور، منم برم لباسمو عوض کنم، بعد میریم با هم بازی میکنیم. بیا. یه چیزی
چیزی رو داره از همون مخفی میکنه. یامان بذار این قضیه رو بچه ها حل کنیم. همش تقصیر من بود. لعنتی یامان، یامان بس کن دیگه، کافی هارون باش. یامان خودتو کنترل کن، بس دیگه. ببرینش یامان. آروم باش.